سلام، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار علاقمندان گروه هوانوردی اسکایتو قرار دادین تا با شغل خلبانی فوق سوار آشنا بشم. اگر که سلام علیکی هست بفرمایید و خودتون رو به علاقمندان معرفی بفرمایید. خواهش میکنم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت هم دوستان گرامی در گروه اسکایتو و هم به همه علاقمندان مقوله هوانوردی در زمینه‌های مختلف. خیلی مفتخر هستم که اینجا در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم در این زمینه راهنمایی‌های مناسبی رو داشته باشم و اونچه که بلد هستم در اختیارتون قرار بدم. خب من مختصر خودم رو معرفی می‌کنم خدمتتون. من نیلوفر فخر موسوی هستم. در واقع در حال حاضر معلم خلبان هواپیمای فوق سبک و همینطور دارنده گواهی نامه خلبانی هواپیمای سبک. اگر که بخوام خیلی مختصر خدمتتون عرض بکنم از چه سالی شروع کردم و زمینه فعالیتم چی بوده، خدمتتون عرض کنم که در واقع من تحصیلات دانشگاهیم غیر مرتبط با هوانوردی بوده. یعنی من در سال 63 وارد دانشگاه تهران شدم، لیسانس میکروبیولوژی اونجا گرفتم و بعد در سال 77 دانشگاه تربیت مدرس وارد شدم، فوق لیسانس قارچ‌شناسی پزشکی گرفتم و بعد علاقمند بودم که در زمینه ایمونولوژی دکترا بخونم و براش تلاش کردم که خب در مصاحبه قبول نشدم، ولی بعد از اون به صورت اتفاقی با مقوله هوانوردی آشنا شدم، به این صورت که خب همسر من قبلا در خارج از کشور در واقع گواهی نامه خلبانی سبک رو داشتن و دوست داشتن که بعد از سالها این رو دوباره رینیو بکنن و ادامه بدن. من خب خیلی اتفاقی میخواستم ببینم که آیا خانوم ها اصلا میتونن وارد این مقوله بشن یا خیر، و پرسیدیم دیدیم که بله میتونن وارد بشن و من هم اومدم پرواز رو تجربه کردم. اوایل خیلی نمیدونستم واقعا اینقدر علاقمند هستم. خب برام یه کار جدید و شوق‌آوری بود، هیجان زیادی داشت، ولی به تدریج در فاصله خیلی کمی انقدر علاقمند شدم که دیگه پیوسته پیگیری کردم و از اواخر سال 92 به صورت کاملا متمرکز و پیوسته روی این بحث متمرکز شدم و خب اول گواهی نامه پی پی ال یو ال هم رو گرفتم، بعد سی پی الش رو گرفتم، بعد ادامه دادم برای پرواز با هواپیمای سبک، دوره های گراندش رو گذروندم و با سسنا 172 گواهی نامه پی پی ال لایت هم رو گرفتم، دوباره برگشتم به مقوله فوق سبک و برای معلمی ادامه در واقع تحصیل دادم و الان هم که از سال 97 معلم خلبان هواپیمای فوق سبک هستم. این به صورت خلاصه ای از کار من هست. در ضمن من مادر سه فرزندم هستم و خب فرزندانم هم خیلی همراهی میکنن با من، همینطور همسرم و اونها هم علاقمند هستن. خیلی هم عالی، مرسی از در واقع توضیحاتی که دادیم. خانم فخر موسوی، در خصوص تا
تاریخچه رشته UL، این که اصلا هواپیمای فوق سبک چجوری وارد صنعت شدن، از کی وارد شدن و اهمیت در واقع خلبانی هواپیمای فوق سبک و هواپیماهای فوق سبک تو صنعت هوانوردی چی هست؟ خواهش میکنم. خب درباره این که تاریخچه فوق سبک رو بخوایم بپردازیم، برمیگرده به حدوداً سال 1300 و دهه 70، در واقع اواخر دهه 70 و دیگه از سال 1380 این صنعت نظامنامه پیدا کرد و به صورت کاملا حرفه‌ای دنبال شد. خب علاقه بوده و از دوستان قدیم در واقع بحث آوردن هواپیما رو از خارج از کشور انجام میدادن، یه مورد وارد کردن، پروازهایی باش انجام شد، خب سوانه ای هم داشتیم و بعد دیگه این رو به صورت نظاممند و خیلی قانونی پیگیری کردن، تعداد زیادتری هواپیما از خارج وارد شد و البته ایران هم برای ساخت هواپیما اقداماتی انجام داده که من حالا نمیخوام وارد اون مزایا و معایب و مقوله اون بشم، ولی خب استاد خلبان هایی رو از همون اوایل دهه 80 ما داشتیم و به صورت کاملا حرفه‌ای این مقوله رو دنبال کردن. ببینید بحث هواپیمای فوق سبک، خب چون که در واقع این هواپیماها ظرفیت دو نفر رو داره و محدودیتی هم در حد اکثر وزن برخواستش هست که باید حد اکثر حالا تو بعضی کاتگوری‌ها حدود 475 کیلو این هاست و در یه مقدار پیشرفته ترش که لایت اسپورت بهش میگن 600 کیلوگرم ماکسیموم تیک آف ویتشه. بیشتر این رو به صورت حالت پروازهای تفریحی دنبال میکنن، الان هم همینطور هست، یعنی نمیتونیم بهش نگاه این رو داشته باشیم که مثلا خیلی از من میپرسن که ما برای این که بخوایم وارد ایرلاین بشیم بایستی بیایم اول از فوق سبک شروع بکنیم بعد پله پله بریم بالا. من میگم نه خیر، اینطور نیست. این مقوله فوق سبک اصلا فیلدش متفاوته با اینکه بخواید شما وارد ایرلاین ها بشید و خب میشه که به هر حال به صورت ایر تاکسی به صورت محدود استفاده کرد از این مقوله، میشه که به عنوان شغل باشه وقتی که شما گواهی نامه سی پی ال بگیرید یا معلم خلبان بشید، اینها میشه به عنوان شغل باشه، ولی مجموعاً حالا بعداً توضیح بیشتری خواهم داد، خیلی به صورت شغل پردرآمد و اینکه مثلا حقوقش خیلی بالا باشه اصلا به این مقوله نبایستی نگاه کنید. حتی من شنیدم که بعضا تو هواپیما بحث مسافربری هم میزان دریافتی خلبان ها به اون صورتی نیست که خیلی از مردم تصور دارن. کار بسیار سنگینی هست، مسئولیت بسیار بزرگی داره و خب در کنار این به هر حال مسئولیت سنگینی که داره لذت فوق‌العاده‌ای هم شما میبرید، یعنی واقعا پرواز با هواپیما به هر حال چون که حرکت در فضای سه‌بعدی و مناظری که شما میبینید به هیچ وجه از روی زمین اینها رو نمیشه دید و تجربه اون خود حس پرواز و خود در واقع اینکه شما خودتون دارید یک وسیله پرنده ای رو هدایت میکنید یا آموزش بدید، هر کدوم اینها به قدری لذت بخش و شوق آور هست که خب خیلی ها علاقمند هستن که وارد این زمینه بشن. این که فرمودین برای صنعت چه محاسنی داره، اون چه که من میتونم خدمتون عرض بکنم اینه که خیلی ها این که دوست دارن وارد بحث خلبانی بشن شاید به درستی توجیه نیستن که فکر میکنن خلبانی فقط خلبانی هواپیماهای ایرلاین و مسافربری هست و خب اون هم با توجه به محدودیت هایی که در کشور ما از نظر ناوگان و شرایطی که وجود داره هست،
متاسفانه میان با شوق زیاد تو مدارس لایت میخونن، دوره ها رو میگذرونن با صرف هزینه های زیاد و بعد خب جذب نمیشن به ایرلاین ها و این همه زحمات متاسفانه درباره خیلی ها همجور متوقف باقی میمونه و اون علاقه و اشتیاق به پرواز هست. حالا چه کار بکنه اون فرد؟ چون که این آموزشگاه های لایت که فقط وظیفه اینو دارن که آموزش بدن و بعد شما دیگه یک ساعت هم نمیتونی اونجا بری تفریحی پرواز بکنی یا کسی رو از خانوادت از دوستانت همراهت ببری، پس این وسط یک گپی ایجاد میشه، چه کار بکنه اون فرد؟ در حالی که فوق سبک میتونه اینجا بیاد اون گپ رو پر بکنه. یعنی ما افراد بسیاری داریم که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستن، صنعتگرن، تولید کنندن، پزشکن، هر شغلی، اصلا شغلای آزاد، هر چیزی که هستن و بعد میان در کنار شغل اصلی که دارن خلبانی رو هم در فوق سبک تجربه میکنن، هم لذت زیادی میبرن، هم اصلا مدارکش رو میگیرن، بعضن دلشون میخواد هواپیمایی تهیه میکنن، تایمایی رو پرواز میکنن و یا اینکه نه اجاره میکنن. پس بنابراین در واقع این مقوله میتونه خیلی کمککار بحث هوانوردی کشور باشه که اونهایی که علاقمند هستن به پرواز میان تجربه میکنن و در این حال شغل خودشون رو هم دارن. خیلی هم عالی، ممنون از شما. حالا که در واقع علاقه‌مندان اسکایتو با این حرفه و شغل آشنا شدن، اگر بخوام ورود پیدا کنم باید چه شرایطی داشته باشن از حیث پزشکی، حالا از و از حیث درآمدی، هزینه هاش در واقع به چه صورته و مراحل تحصیلش چطوریه، باید کجا برن که این در واقع شغل رو یاد بگیرن؟ خب اول از همه بحث پزشکیش که فرمودین، چک مدیکالی که باید انجام بدن، خب این رو به هر حال بایستی مراجعه کنن در درجه اول به یک آموزشگاه همین فوق سبک که خب ما تو کشورمون آموزشگاه‌های مختلفی داریم، هم در اطراف تهران دو تا فرودگاه داریم در واقع که حالا اینا بعضن دفاترشون توی تهران هم هست، تو شهرستان ها داریم، رامسر، نوشهر، شهر کرد، شهرهای تبریز، ارومیه، شهرهای مختلفی آموزشگاه های فوق سبک رو ما داریم. مراجعه میکنن اونجا و ثبت نام میکنن، از طریق آموزشگاه براشون پرونده تشکیل داده میشه، معرفی میشن به کلینیک هایی که مختص معاینات پزشکی هوانوردی هستن. برای فوق سبک در واقع مدیکال کلاس 2 لازم هست که بگیرن، یک سری آزمایشات انجام میدن و خب وقتی که احراز بکنن از نظر پزشکی مشکلی خاصی نداشته باشن میتونن که گواهی نامه سلامت خودشون رو بگیرن و بعد بحث مراحل چک حراست هست که باز همون آموزشگاه براشون تشکیل پرونده میده، مراجعه میکنن سازمان هواپیمای کشوری، سوابق خودشون رو توی سیستم وارد میکنن و چک حراستشون هم به اون صورت انجام میشه و بعد دیگه میتونن شروع کنن برای آموختن مقوله حالا خلبانی در مراحل مختلف.